مینا هدی عزیز سلام عرض کردم، خوش اومدین به برنامه. خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه. مینا هدی، اشاره کردم ابتدای برنامه که دادگاهی در شهر لاهه هلند از روز قبل تشکیل شده در محاکمه سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه مردم و کشتارای دهه 60. منتها قبل از هر چیز، قبلا صحبت کردیم این مرحله دوم دادگاه چند ماه پیش در لندن تشکیل شده بود و بحثای اینجا داشتیم، ولی واسه یادآوری بیننده ها ممنون میشم اگه توضیح بدیم کلا چیه جریان، روال دادگاه چیه، فضا چیه، داره چه اتفاقی میفته، داره دادگاه سران جمهوری اسلامی در حالی که خود سران اونجا نیستن موضوعش چیه، و توضیحاتی بدین به بینندگان کانال جدید. بله، این دادگاه در حقیقت یک دادگاه سمبولیک هست، داره برگزار میشه. طبعا هدف و آرزوی خیلی از قربانیان و همه مردم در ایران این هست که سران جمهوری اسلامی، همه کسانی که 30 سال دارن جنایت انجام میدن، در یک دادگاه بین المللی به اصطلاح باشن و مردم بتونن کیفرخواست خودشون رو علیه اون آدما و اون سیستم اعلام کنن. ولی مادام فعلا این اتفاق نیفتاده، منتها به نظر من یه اتفاق مهمی داره میفته و اونم اینه که قبل از اینکه این حکومت سرنگون بشه، الان یک دادگاه تشکیل شده. بخش اولش، قسمت اولش در لندن برگزار شد و قسمت دومش الان در حقیقت در لاهه، در محل دادگاه بین المللی لاهه، در شهر لاهه داره برگزار میشه. هدف از این دادگاه اساساً بررسی جنایات جمهوری اسلامی در فاصله سال 60 تا 67 است. یعنی متمرکز هست این دادگاه در مورد قتل عام زندانیان سیاسی، اعدام فعالین سیاسی و جنایاتی که جمهوری اسلامی در زندانهای خودش اساساً در فاصله سال 60 تا 67 انجام داده. این دادگاه یک فرصتی داره میده، هم در قسمت اولش که 80 نفر اونجا صحبت کردن، یعنی 80 شاکی وجود داشتن، بخشن فعالین سیاسی که خودشون زندانی بودن، بخشن کسانی که عزیزانشون اعدام شدن و یا کسانی که مادر و پدرشون رو از دست دادن، و همه اینا فرصت داشتن اونجا صحبت کنن. الان قسمت دوم دادگاه در شهر لاهه که ما از دیروز توی این دادگاه به اصطلاح شرکت کردیم، این هم الان متمرکز هست در مورد بررسی کیف ها و کیف اعلام کیفرخواست ها که تعدادی تا الان نزدیک 12 نفر شکایتشون رو اعلام کردن. بخش دوم دادگاه فرصت بیشتری داره میده به افراد، یعنی هر کس حدود 1 ساعت وقت داره و ازش سوال میشه و جواب میده به این سوالات. یه نکته که شاید مهم توضیح بدم در معرفی کردن این دادگاه اینه که این دادگاه واقعا مثل دادگاه داره کار میکنه. یعنی همین دادگاهی که من الان توش هستم و دیدم از نزدیک، 6 نفر قاضی سرشناس بین المللی از کشورهای مختلف به عنوان هیئت قضات اونجا نشستند و همه بحثا رو گوش میدن، سوال میکنن، بررسی میکنن و هنوز نظرشون رو ندادن. البته فردا قراره روز آخر دادگاه نظر بدن راجع به این کیفرخواستا. در این حال دادستان داره این دادگاه، هیئت وکلایی هستن که اونجا نشستن و سوال میکنن، و کسانی که اونجا کیفرخواست اعلام میکنن از قبل اسمشون رو نوشتن، بخشی از این به اصطلاح سرگذشتشون رو فرستادن و اونجا یه فرصتی دارن که از کیفرخواست خودشون دفاع کنن و به سوالات قضات جواب بدن. طبعا این دادگاه کسانی حق دارن تو شرکت کنن به عنوان ناظر، و هم دیروز هم امروز فکر میکنم حدود 200 نفر ایرانی و هلندی و از کشور آلمان هم بازن دیدم کسانی بودن اونجا شرکت میکنن و در حقیقت میتونم بگم یه تصویری داره میده از گوشه ای از جنایاتی که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران اعمال کرده. مینا هدی، چه کیسایی، چه پرونده هایی اونجا مطرح شد؟ منظورم نه هم کدوم اسامی این به اصطلاح شاهدانی که دارن کیفرخواست خودشون رو اعلام میکنن، و هم چه مواردی رو در بر میگیره کلا؟ بله، این دادگاه یکی از بحثایی که از همون اول توش مطرح شد در مورد سیستم قضایی جمهوری اسلامی هست. آقای هدایت الله متین دفتری به عنوان یکی از شاکیان یا کسی که تو این دادگاه حضور داشتن
در مورد این صحبت کردن که چطوری سیستمی که در ایران شروع به کار کرد بر اساس قوانین شریعه و اسلام بود و چطوری قضات یا کسانی که به اصطلاح به عنوان قاضی در جمهوری اسلامی کار میکنن، این شبکه چطوری سازمان پیدا کرد، کیا هستن اینا، و به سوالات دادستان در این مورد پاسخ دادن. ولی در حقیقت میشه گفت افرادی که کیفرخواست اعلام میکنن، اولین نفر که در دادگاه صحبت کرد دیروز خانم ملکی مصطفی سلطانی بود که واقعا نفس در سینه حبس کرد وقتی صحبت کرد در مورد اینکه 5 برادرشون به دست جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. فعاد مصطفی سلطانی که چهره سرشناسی در کردستان هست، چطوری توسط مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسید و همینطور 4 برادر دیگرشون اعدام شدن در زندانهای جمهوری. تمام اینها را در جزئیات خانم مصطفی سلطانی توضیح داد و در این حال عکسهایی را نشون داد راجع به این مثلا جنایاتی که اتفاق افتاده و اینکه چطوری حتی نذاشتن خانوادهشون عزاداری کنن، چطوری حمله کردن و همیشه سنگ قبر رو میشکنن. این در حقیقت شروع موضوعی بود که بعدا خانواده های دیگه و افراد دیگه راجع بهش صحبت کردن. خانم مصطفی سلطانی در مورد در شهر تبریز این اتفاق که حمله شد به خونه من، اتفاق خونه ما و یکی از برادراش رو دستگیر شد به همراه همسر من اسماعیل یگانه دوست و هوشنگ توحیدی که مهمان ما بودن صحبت کرد و اینکه خواهر ایشون در زندان بوده به همراه اینا و توضیح میداد چطوری شکنجه شدن، چطوری دیده که اینا رو اذیت آزار شدید کردن و زیر شکنجه کشتن. همه اینا رو توضیح داد و به نظر من یکی از قسمت‌های بسیار مهمه در حال این برنامه با این صحبت‌ها شروع شد. و بعد از اون زنان و مردانی که اومدن صحبت کردن، یه بخش زیادشون زندانیان سیاسی بودن که نجات پیدا کرده بودن و توضیح میدادن در مورد شرایط زندان، در مورد اینکه چطوری جمهوری اسلامی سعی میکرد واقعا انسانیت اونا رو ازشون بگیره. اینکه توضیح داده میشد تو این دادگاه چه افتاری کرده، مثلا خانمی به نظرم بسیار بسیار تکان دهنده بود وقتی گفت 9 ماه تمام در به اصطلاح قبر اونجا، یا مثلا میگفتن تابوت، توی تابوت اینو گذاشتن که اجازه نداشته حتی تکون بخوره و چطوری یواش یواش همه چیز یادش رفته. این خانم توضیح میداد من بچه داشتم ولی تصویر و صورت بچه‌م احساس کردم بعد از چند ماه از خاطرم رفته و چطوری مبارزه کرده و مقاومت کرده در مورد این مسئله. در این حال کسی از اهواز، آقایی که فعال سیاسی بوده، صحبت کرد به عنوان خانوادش که عرب زبان هستن و در مورد این حرف زد که فقط به خاطر همین پدرش، برادرش و عموش رو دستگیر کردن به خاطر اینکه اونا دفاع میکردن از آموزش زبان عربی، اعدامشون کردن. این به عنوان این آقا به عنوان کسی که بچه بوده، 13 سالش بوده، این اتفاقات رو دیده و چگونه به نظر من یکی از واقعا تکان دهنده ترین صحبت ها بود که گفت در فاصله 1 ساعت اومدن خونه ما، ریختن بردن و بعد جسد ها را آوردن تحویل دادن. در این حال توی این دادگاه دختر جوانی صحبت کرد که مادرش و خالش اعدام شده در ایران. بسیار به نظر من جالب بود چون پدر بزرگش شروع کرده به نوشتن خاطراتش که چگونه میرفته به صلاح ملاقات و چه رفتارهایی باش کردم. در حقیقت من الان نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم، ولی در مجموع کسانی حرف زدن که دهه 60 تو زندان بودن، رفتار و فجایعی که تو زندان ها اتفاق افتاد، قتل عام سال 67، کسانی اومدن تو این دادگاه حرف زدن که میگفتن از پشت کرکره پنجره ها نگاه میکردیم چجوری تیر خلاص میزدن، چطوری جسدها را جمع میکردن میبردن. همه اینا واقعا یکی از مهمترین اتفاقات به نظر من در تاریخ مبارزه علیه جمهوری اسلامی که همچین دادگاهی تشکیل شده. و در پایانم باید اضافه کنم در پایان این قسمت که یکی از دوستانی که اونجا حضور داشت در مورد این صحبت کرد که اومدیم اینجا تو این دادگاه که کیفرخواست اعلام کنیم، ما نمیخوایم انتقام بگیریم. تقریبا همه این حرفا رو میزدن و گزارش داده شد از اینکه مثلا یک سوال از ما میکردن آیا مارکسیست هستی یا مسلمانی، و روی این
صدها نفر رو به اعدام محکوم میکردن فقط به خاطر اینکه یک سوال رو مثلا چگونه پاسخ میدادن. دقیقا میتونم بگم در ابعاد بسیار گسترده این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، در جزئیات به سوالات دادستان و یا بازداشت پاسخ میدادن و به نظر من برای خود من یه تجربه بسیار بسیار جالب بود و این اتفاق مهمی هست. من فکر میکنم بذارین قبل از این سوال بعدی مطرح کنم بگم که همینجا یاد این عزیزان اسماعیل یگان دوست، آقای توحیدی، فواد مصطفی سلطانی و چهار برادر دیگه اینا که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن و یاد هزاران نفر دیگه که تو اون سالات توسط جمهوری اسلامی روزانه اعدام می شدن و در قبرهای بینامونشون دفن می شدن رو همینجا گرامی بدارم. یاد همه این عزیزان در قلب مردم ایران، نه تنها در قلب خانواده ها و دوستان و همکارانشون، بلکه در قلب میلیون ها نفر از مردم ایران زنده است و این دادگاه ها در واقع کمک میکنه که یک بار دیگه مردم با یاد اینا، با خاطره اینا، با سرگذشت اینا و با آنچه بر اینا اتفاق افتاده توسط جمهوری اسلامی یک بار دیگه آشنا بشن و به ویژه نسل جوانی که چندان از اون دوره ممکنه چیزی ندونه. مینا هدی، سوالم اینه که اهمیت سیاسی این دادگاه چیه؟ چه اهمیتی داره در حالی که به هر حال سران جمهوری اسلامی اونجا نیستن و همینجور که اشاره کردین یه دادگاه سمبولیکه؟ اهمیت سیاسی این دادگاه چیه به نظر شما؟ به نظر من یکی از مهمترین اتفاقات هست از این زاویه که حتی ما که سالهاست علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و خیلی همون این اتفاقات رو دیدیم، توی این اتفاقات داریم زندگی میکنیم، از ابعاد جنایات جمهوری اسلامی فکر میکنم حتی ما به طور کامل مطلع نیستیم. این دادگاه ها واقعا یک صحنه هست از اینکه کسانی که زندانی بودن، کسانی که به خونه هاشون حمله شده، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، کسانی که بچه هاشون رو کشتن، چگونه بهشون خبر دادن، همه اینا را در جزئیات دارن آدمایی که توی اون تاریخ، توی اون مقطع بودن توضیح میدن. من به نظر من بسیار مهمه. مثلا ما تو این دادگاه امروز فیلم میدیدیم که آقای نیما سروستانی که خودشون اونجا حضور داشتن این فیلم مستند رو ساختن، ایشون رفته ایران و با یک به اصطلاح کسی که توی قبرستان کار میکرده، قبر کن بوده، مصاحبه مستندی کرده که اون توضیح میده، میبره سر قبرها و نشون میده که چطوری شبا میومدن و به خود اون آدم ها میگفتن هیچی نگید، قبر کندن و روش نوشتن مرد ناشناس، زن ناشناس. یا در خاوران ایشون رفته و مادر یکی از اعدام شده ها توضیح میده چطوری بچهشو پیدا کرد، میگه با ناخونای خودم زمینو کندم و وقتی دیدم لباس مثلا محمد بچه من اینجاست فهمیدم اونه. به نظر من اینا فجایع بسیار مهمی هست که حتما باید راجبش صحبت بشه. این نشون دهنده واقعا ابعاد جنایات یک فاشیسم اسلامی، فاشیسم مذهبی که در ایران اتفاق افتاده است. اهمیت سیاسیش اینه که اولا قربانیان صحبت میکنن، به هم دلداری میدن، گریه میکنن، ولی همه واقعا فضایی که توی این دادگاه هست همینه که همه با اعتماد به نفس حرف میزنن، همه از موضع انسانی حرف میزنن. همه اونایی که اونجا حرف زدن گفتن ما انتقام نمیخوایم بگیریم، ولی این جنایات باید روشن بشه، جامعه باید دست بیاموزه. به نظر من واقعا جامعه ایران از این نظرم یک درجه به اصطلاح پیش رو بودن خودش رو نشون میده، انسانی بودن خودش رو داره نشون میده و مقاومت خودش رو در مقابل جنایتکارهایی که بر ایران حاکم هستن. اهمیت سیاسی این دادگاه این هست که هم روشنگری میکنه، هم مردم با اعتماد به نفس علیه جمهوری اسلامی دارن اعلام جرم میکنن و هم داره راه نشون میده که نه فقط ما جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم، بلکه از این تجارب بشریت باید بیاموزه، فراتر میریم و یه جامعه انسانی درست میکنیم. در این حال به نظر من یه نکته تو این دادگاه ها مهمه و اونم آینه ای هست که توش میشه دید که دولت های غربی، اونایی که بحث حقوق بشر رو میکنن، نهادهای بین المللی چگونه سکوت کردن در مقابل این جنایات و خود اونایی که کیفرخواست اعلام میکنن. همین امروز آقای صحبت کرد که به نظر من جالب هست، گفت الان تو زندان های جمهوری اسلامی تلفن میکنن زندانیا، خبر میرسونن، اگه نمیبرن الان هم حکومت اسلامی داره جنایت میکنه، ولی بالاخره یک فضایی وجود داره، اعتراضی وجود داره. اون موقع در
سکوت و در خلوت ما داشتیم از بین می رفتیم و این به نظر من در این حال مهمه که همین آدما بتونن امکان داشته باشن حرفشون رو بزنن. در حقیقت از نظر سیاسی همونطوری که گفتم این دادگاه برگزاری این دادگاه اعلام کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی مهمه. ما قبل از اینکه این حکومت رو سرنگون کنیم به صورت سمبولیک داریم دادگاه تشکیل میدیم و در این حال اعلام کیفرخواستی هست در مورد سکوت نهادهای بین‌المللی، در مورد سکوت یا همکاری و مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی. از همه این زوایا به نظر من برگزاری این دادگاه بسیار مهمه. یه نکته که در آخر می‌خواستم بپرسم همین جنبه که اشاره کردین که به هر حال به نوعی یه همچین دادگاهی تشکیل شده، دادستان داره، قضات هستن و کیفرخواستا، شاهدا میان حرف میزنن، کیفرخواستا گفته میشه و مستند و با جزئیات به اصطلاح راجع به این جنایات صحبت میکنن و پرده برمیدارن از گوشه از این جنایات و در این حال نه تنها جنبه افشاگری بلکه همینجور گفتین یک دادگاه به معنی واقعی، هرچند یه طرف قضیه سران جمهوری اسلامی فعلا اونجا حضور ندارن ولی به یه معنا راه رو باز میکنه یا الگوی میده یا در واقع آزمایشیه واسه دادگاهی واقعی بعدی که در ایران یا هر جا برگزار میشه و سران جمهوری اسلامی هم اونجا دستگیر شدن و حضور دارن. کاملا اینطور هست. منم فکر میکنم که این برگزاری همچین دادگاهی واقعا داره به اصطلاح راه نشون میده و کیفرخواستی داره اعلام میشه. این دادگاه واقعا یه دادگاه واقعی، اسم آدم ها اینجا مطرح میشه، سوال میشه راجبه نقش مثلا خمینی، دستوری که داد، نقش لاجوردی، نقش رؤسای به اصطلاح زندان ها، نقش پاسدارانی که اونجا تیر خلاص دادن و همه اینا در حقیقت یک لیستی داره، مثلا نقش خلخالی در اعدام های دست جمعی در کردستان یا در اهواز و شهرهای مختلفی که اینجا امروز راجعشون صحبت شد، نحوه برخوردی که مثلا به اینا به بهایی ها کردن، خانمی راجع به این مسئله حرف زد و اسامی افراد داره مطرح میشه. اینجا قراره در این حال بعد از این برگزاری این جلسات به اصطلاح رأی داده بشه از طرف هیئت قضاتی که از فردا اعلام میشه و همه اینا به نظر من بسیار مهمه. اینا علنی مطرح میشه تو تلویزیون های مختلف، بحثشون مطرح میشه و در این حال یه بحثی که الان هست همینه که آیا نمیشه، یعنی اگر نهادهای بین المللی واقعا درست برخورد کنن حتما میشه بر اساس اینام درخواست کرد که سران جمهوری اسلامی دستگیر بشن. میشه تا این حد هم حتی جلو رفت، ولی به هر حال فعلا در همین حد که بعد از اعلام این کیفرخواستا قرار رأی داده بشه و فردا این رو میدن و ما این رأی رو حتما به اطلاع بینندگان تلویزیون کانال جدید هم خواهیم رسوند. ضمن اینکه باید بگم مصاحبه های زیادی امروز دوستان ما که اینجا بودن انجام دادن با شخصیت هایی که اونجا حضور داشتن، کسانی که اعلام کیفرخواست کردن و دوست دارم اینم اضافه کنم یک هیئتی از سوریه در این دادگاه به اصطلاح تریبونال علیه جمهوری اسلامی شرکت کرد که یک خانم وکیل و یک نمایندگانی از سازمان های حقوق بشر از سوریه بودن، اومده بودن برای اینکه اعلام همبستگی بکنن با برگزاری تریبونال، اعلام انزجار از حکومت اسلامی ایران کردن و ما دوستانمون به اصطلاح تیمی که از کانال جدید اونجا بود مصاحبه های انجام داده با همه اینا که امیدوارم در روزهای آتی اونا رو هم پخش کنیم. پیامی دادن از طرف فعالین سوریه‌ای به مردم ایران که قراره، یعنی درخواست کردن از ما از طرف کانال جدید برای مردم ایران پخش بشه. مینا عدی خیلی متشکرم از اینکه تصویری دادین بالاخره از این دادگاه تریبونال در لاهه هلند و همینجور گفتین امیدوارم این فیلم هم طبعا میرسه حتما به دست کانال جدید و مسئولین کانال جدید پخش میکنن. خیلی متشکرم از مصاحبه که انجام دادین، براتون آرزو